صحنه های حمایت از اشرف و هر فعالیتی که در این راستا صورت میگیره صحنه های خیلی خیلی شورانگیزیه و با دیدن هر لحظش موجی از تحسین و تقدیر از دل نثار اونهایی میشه که این صحنه ها رو خلق میکنند، به خصوص در کشوری مثل عراق که مردمش خودشون روزانه با انواع سرکوبگری ها روبرو هستند و هر روز در کشورشون شاهد انفجار و کشتار خیلی گسترده هستند و مردمی که به انواع روش ها تهدید میشن. ولی خب وقتی موضوع اشرف به میون میاد، عراقی ها هم شجاعانه به دفاع برمیخیزند. مدتی پیش فیلمی از گرد همایی جمعی از زنان احتیالی رو دیدیم، دو سه روز پیش هم یک فیلم دیگه حاکی از حمایت های صمیمانه مردم عراق مربوط به گرد همایی جمعی از شیوخ عشایر موسل بود که جلسه ای برگزار کردند و در اون خواهان تضمین حفاظت بین المللی ساکنان اشرف شدند. ساکنان اشرف قهرمانانی هستند که به سرزمین پیامبران وارد شدند و ما باید از آنها حفاظت کنیم. لأنهم الذين اختاروا العراق للأمن والاستقرار من قبل هذه الحكومة وكانوا دخلاء على هذا البلد، بلد الأنبياء والشرفاء والوطنيين. آنها سالیان است میهمان ما هستند. ما به هیچ دشمنی که بخواهد علیه آنها اقدامی بکند اجازه نمی دهیم. نناشد الامم المتحده بالتدخل السريع نحو حمایت مدینه اشرف من ای تعرض عسکری لا انسانی و نناشد الامم المتحده بتعاملهم معاملة إنسانية ومعاملة أي من يكون من الدخلاء الذين دخلوا إلى العراق وهم دخلاء وضيوف للرحمن في هذا الوطن منذ قديم الزمان ولا نسمح لأي عدوان على هذه المدينة ولا نسمح بإغلاقها أبدا. حتما شما هم اعلام حمایت آقای گاری کاسپاروف دارنده بالاترین امتیازات مسابقات شطرنج جهان، نامزد ریاست جمهوری در انتخابات پیشین روسیه و از مدافعان برجسته حقوق بشر رو شنیدید. آقای کاسپاروف در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواستار اقدام برای تضمین حقوق ساکنان اشرف شد و از شورای امنیت ملل متحد خواست با استقرار تیم دائمی سازمان ملل امنیت ساکنان اشرف را تا استقرار نهایی آنها در سرزمین میزبان دیگر تأمین و تضمین بکنه. البته شمردن و ردیف کردن همه حمایت هایی که از اشرف صورت میگیره یک منشور خیلی خیلی بالا بلند و درخشانه. حالا بر روی این منشور چه اسمی باید گذاشت؟ شاید بشه گفت منشور حقانیت اشرفی و همه حرفا رو در همین چند کلمه خلاصه کرد.